جناب آقای مشیری، شبتون خوش. درود بر شما جناب مهری گرامی. سلام میکنم خدمت هموطنان و همزبانان، دوستان رادیو. آقای مهری، شنیدم تولد شماست قربان. والا من چیزی نگفتم، دیگران لو دادن. شما یک شب تبریک عرض میکنم. خواهش میکنم لطفا. یک بار فرمودید که شما در درست روزی که استاد اشپینگلر از این جهان رفته شما به دنیا آمدید. بله. عجب، برای ایشون فکر میکنم که سرشکستگی باشه. نه خیلی داری مطلقا. آقای مشیری، خود شما درباره اشپینگلر یه بار صحبت کردید. اشپینگلر، بله بله، فیلسوف در واقع تاریخ، کسی که بله یک تعریف دقیقی از تمدن و فرهنگ کرده، گفته فرهنگ حالت بالقوه تمدنه. بله. گفته فرهنگ هنگامی است که خون پاک نسلها هنوز آلوده شهریت نشده، خون پاکی که در روستاها و در کوهستانها می جوشه. بله. ولی بعدن به تدریج تمدن یعنی جلوه مادی فرهنگ مصداق پیدا میکنه و به تدریج به گفته او انسان شهری پدید میاد، که انسان شهری به گفته او باز انسانی است که متقلب خلاصه. بله بله، همین جوره. بعدم نگفته، درست گفته. بله. آقای بله. مشیری، جانم قربان، حضورتون عرض کنم که اولا ممنونم، محبت فرموده بودید در برنامهتون، ذکر خیر کرده بودید، از کتاب من یه بخشش خونده بودین که بله بسیار زیبا. من اونو 35 سال پیش نوشته بودم و خودم هم از اون که خیلی خوشم میادش که شما خوندید. خیلی زیباست آقای موری. یه شب بسی خودتون بخوانید با صدای خودتون، تکیه بسیار بسیار زیبایی بود در باب مردم فرانسه و نوع تفکر فرانسوی و اینکه در تنگناهای تاریخی چگونه عمل میکنه. خیلی زیبا بود. خواهش میکنم. آقای مشیری، عرض کنم که حدود 5-6 ماه پیش یه شنونده عزیزی، البته از امریکا نبودن، به نظرم از اروپا بودن، از شما تقاضا کرده بودن که داستان حسنک وزیر رو بیان بفرمایید، که البته من بهشون گفته بودم آقای مشیری سالها پیش در این باره صحبت کرده بودن، گفت حالا ما که اون موقع نشنیدیم. من تو برنامه گفتم دیگه از یاد هر دومون رفت. بله. حالا اگر اشکالی نداشته باشه میخواستم هم بفرمید تاریخ بیهقی برای جوانهای ما، تاریخ بیهقی چیست، چه ارزشهایی رو در بطن خودش جای داده، بله، نویسندش کی بوده و چگونه این اثر. آقای مشیرمش، اینم 30 جلد بوده. بله بله، متاسفانه بله از بین رفته. بله درست، این مطلبی که فرمودید که راستین ترین تاریخ از راستین ترین مورخین، درست فرمودید آقای مهری. ما تاریخی به زیبایی و صحت تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی در اختیار نداریم و همین مقداری که مانده حقیقتا مایه افتخار است و گنجی شایگان در دست ماست، از همین اندکی که از این تاریخ باقی است، چون دو سوم تاریخ بیهقی دستخوش تطاول زمانه شده، چون هموطنان میدانن که خراسان مرکز علم و معرفت و دانش و مدنیت ایران بعد از اسلام بود و خراسان بیشترین جایی بود که در حمله های این اقوام بیابانی تخریب شد و کتابخانه ها سوختند و از میان رفتند. چه مایه آثار گرانمایه که در این راستا از میان رفت، من جمله دو سوم تاریخ بیهقی و اون که بر جای مانده داستانهایی است در باب سلطان مسعود، پسر سلطان محمود، و همین دلیل تاریخ بیهقی رو تاریخ مسعودی هم گفتن. خواجه ابوالفضل بیهقی از نویسندگان بزرگ روزگار محمودی است
که در خدمت ابو نصر مشکان خدمت میکرده، همواره او را به بزرگی یاد میکنه و میگوید استادم چنین گفت و استادم چنان گفت. و شیوه نویسندگی خواجه ابوالفضل بیهقی برگرفته از شیوه نصر ابو نصر مشکان هست که دبیر بوده و در دبیرخانه بوده. و علت صحت تاریخ بیهقی آن است که این بزرگمرد به دبیرخانه غزنویان دسترسی داشته و همه اسناد در اختیار او بوده، یا اسناد رو بازنویسی کرده یا مشاهدات خودش رو این مرد بزرگ تحریر فرموده. و همونطور که عرض کردم 30 مجلد بوده، همونطور که شما فرمودید که 20 مجلد اون از بین رفته و اون چه بر جای مونده در واقع کمتر از در واقع میشه باید گفت یک سوم اون هست با این حساب. و در سالهای اخیر عرض میکنم که استاد سعید نفیسی سعی کرد که تکه پاره های بیهقی رو بتواند از جاهایی که از اون نقل قول کرده بودن به دست بیاوره و دو جلد کتاب خیلی خیلی مفید پرداخت به نام پیرامون تاریخ بیهقی که قطعاتی که گم شده بود ایشون سعی کرد پیدا بکنه. و عرض شد که این دو کتاب هم ایشون نوشت در راستای همین تاریخ، عمدتا راجع است به روزگار مسعود چون بخش محمودیش گم شده و ما برای دریافت وضعیت محمودی باید رجوع کنیم به تاریخ های مثل تاریخ یمینی که اینها مربوط است به اون روزگار. و همونطور که عرض کردم همین مایه هم که هست هم به لحاظ نگارش و تجسم معانی و بلاغت کلام بیهقی یکی از بزرگترین نویسندگان ایرانی است بدون هیچ شک و تردیدی. این مطلبی هم که قرار است امشب از متن تاریخ خدمتتون بخوانم در واقع هنر نویسندگی این خواجه ابوالفضل بیهقی اون چنان است که همواره خواندن این داستان حسنک وزیر در واقع آب را به قول معروف در چشم میگرداند. آقای موری از بس زیبا نوشته است. ما در اشعار منظوم بسیار قطعات دلاویز و مؤثر داریم که تاب خواندنشون را نداریم، نظیر فرض کنید که داستان سیاوش در شاهنامه یا داستان فرود و داستان بهرام و موضوع تازیانه و اینها. و این داستان تنها داستان نثری است که من سراغ دارم از ادبیات قدیم که همواره خوندن شمسا رو تحت تاثیر قرار میده. آقای موری بله خواهش شما. آقای موشی پیش از این که مراجعه بفرمایید به خود تاریخ بیهقی یه شمه ای از واقعه برای شنوندگان ما تحلیل بله بله بفرمید. حتما بله بله عرض کنم که آقای مهدی داستان این است که وقتی مدنیت عظیم ساسانی فرو ریخت این دروازه های کشور ما بی‌دفاع ماند و این قبایل وحشی و نیمه وحشی بدون تعارف عرض کنیم نظیر ترکان آسیای میانه ابتدا اعراب و بعد ترکان آسیای میانه و اینا تاختن گرفتن به وجهی که هیچ گونه دفاعی در مقابل اینها نبود چون قدرت مرکزی نبود و اینها. این بیابونگردان به زخم شمشیر بخش های از کشور یا کل کشور رو میگرفتن اما اهل تدبیر نبودن و همواره از ایرانیان در کار سیاست کمک میگرفتن. ایرانیان بودن که در واقع به شهرنشینی عادت داشتن، ایرانیان بودن صاحبان فرهنگ و سیاست و تدبیر. این است که این بیابانگردان از ایرانیان برای در واقع اداره مملکت استفاده میکردن. سرانجام هم وقتی حکومت اینها قوام میافت یا این وزرا رو میکشتن یا عزل میکردن، اغلب میکشتن وزرا رو. نمونه های کاملش رو من میتونم خدمت شما عرض کنم. یکی فرض کنین عبدالله ابن مقفع هست. یعنی وقتی ما به تاریخ عرب نگاه کنیم بیشتر از 90% نویسندگان و ائمه دین اینها ایرانی بودند، از عبدالله ابن مقفع گرفته که بزرگترین نویسندگان به زبان عربی بوده که او رو کشتن. و در تاریخ نویسی فرض فرمایید که ما عرض می‌شود که محمد ابن جریر طبری رو داریم، در موضوع دین امام ابو حنیفه زوتی کابلی
بزرگترین ائمه دین یا جمعاً ایرانی بودن و خانواده برمکی به عنوان مثال. این برمکیان از عرض می کنم خالد و یحیی و فرزندان اینها کسانی بودند که این امپراتوری عباسی رو اینها اداره می کردن، که بعد البته در یک شب مورد خشم هارون واقع شدند و به دلایلی که از این بحث به دور است همه رو کشتن. این غزنویان هم در واقع نخستین دسته ترکان هستند که اینها همین محمود که در واقع فرزند سبکتگین هست، اینها در روزگار در واقع سامانیان آمدن. عبدالملک در زمان عبدالملک این محمود توانسته بر خراسان تسلط پیدا بکند و باز به همون دلیل که عرض کردم، یعنی اینها توانایی اداره در واقع سیاسی مملکت رو نداشتن، شروع کردن به استخدام وزرای ایرانی. یکی از این وزرا فضل ابن احمد اصفراینی است. این مرد بزرگ ایرانی همون کسی است که در واقع پشتیبان و مشوق فردوسی در کار شاهنامه بود و سرانجام در واقع مجبور شد خودش رو به زندان معرفی بکند و در واقع سلطان اموال او رو جمع کرد، چون رسم بر این بود که هرگاه بزرگی مورد خشم سلطان واقع میشد میفرستادن وزیر برکار رو میفرستادن و اموال او رو سیاهه میکردن و به نام شاه از او امضا میگرفتن و او رو کشتن در زندان. این حسن که میکال، بله، این مرد بزرگ ما در تاریخ یمینی یک بخش مفصلی است در ارتباط با انتخاب حسن میکال به وزارت که چگونه نام 10 تن رو پیش سلطان محمود بردن و سلطان محمود به همه نگاه کرد و بعد از در واقع تفکر بسیار و مقایسه بسیار حسنک میکال رو به وزارت انتخاب کرد. باید که عرض کنم که در همون روزگاری که این وقایع اتفاق می افتاد، یک سلسله از فاطمیان در مصر بودن که اینا حکومت بسیار بسیار عادلانه ای رو بر کار داشتن و خود رو از نژاد حضرت فاطمه می دانستن و بعض سیاسیون ایران نظر به اونها داشتن. از رودکی شنیدم سلطان شاوران کن در جهان به کس مگر و جز به فاطمی. یا فرض فرمایید که عرض شود که ناصر خسرو به اونجا رفته و شیفته شده است و اینها از دعات خراسان. و این حسن میکال هم در واقع یک ارتباط هایی با تشکیلات فاطمیان داشته و زمانی به حج رفته بوده و در اونجا در واقع خلعتی گرفته و به خدمت القادر بالله خلیفه نرفته، چون رسم بوده کسی اگر بزرگی بدون سوی میرفت حتما برای عرض ادب و زمین بوسی به خدمت خلیفه میرسید و حسنک چنین نکرده. و بعد نامه ها رد و بدل شده است بین خلیفه و سلطان محمود که این حسن قرمتی است، او را بردار باید کردن و توپ و تشری کرده است که در مرد خواهم کن خدمتون که این خلیفه خرف شده است و اگر حسن قرمتی است من هم قرمتی ام. یعنی تا این میزان سلطان محمود پشتیبانی میکرده از حسنک وزیر و دو پسری که محمود داشته است که اینها در واقع امید سلطنت بودن، یکی امیر محمد بوده و یکی مسعود و بعض بزرگان نظیر عرض میکنم که ابو نصر مشکان که استاد به حدیث اون طرفداری مسعود میکرده و حسن میکال، خواجه حسن میکال که بسیار مرد بزرگ و شریفی بوده، طرفداری از محمد رو میکرده و یک زمانی از زبان او گذشته است که به مسعود بگویید که اگر تو شاه شوی حسنک را بردار باید کردن. این سابقه امر هست و البته بعد که مسعود پادشاه شد اون کینه رو فراموش نکرد و البته ماجراهای دیگر این بود که جمعاً اینا منجر شد به بردار کردن حسنک وزید و خواجه ابوالفضل بهقی مراتب رو زمانی نوشته است که از این روزگاران گذشته و کسانی که حسن رو متهم می‌کردند نظیر بوسهل روزنی اینها همه گذشته و با یک حکمت و عبرت خارق العاده و یک پختگی بسیار بسیار حد بالایی این مورخ بزرگ یه بخشی از
تاریخ بیهقی زیر عنوان ذکر بردار کردن امیر حسن که وزیر رحمت الله علیه این داستان رو نوشته است. لطف قضیه آن است که ما از متن کتاب خدمت هموطنان ببیش اون دوست گرامی که متقاضی چنین چیزشتن بخوانیم و اگر توضیحی لازم شد من خدمت هموطنان توضیح خواهم داد. بفهمید آقای من. بله، در صفحه در واقع 423 تاریخ بیهقی به تصحیح استاد سعید نفیسی میگوید فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرز و پس شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز میکنم در ذلحجه سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخ زاد ابن ناصرالدین لا اطال الله بقاءه و از این قوم که من سخن خواهم ران یکی دو تن زنده ام. یعنی در واقع این وقایع بسیار قبل اتفاق افتاده و میفرماید ذلحجه سنه 50 و 400 یعنی 400 و در واقع 50 هست که بیهقی این مطلب رو نوشته است. یکی دو تن زندن، بله زندن، و در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سالی تا گذشته شده است و به پاسخ اون که از وی گرفتار و ما را به اون کار نیست و هر چند مرا از وی بد آید به هیچ حال چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید را و در تاریخی که من می کنم سخن نرانم که اون به تعصدی به تعصبی و تربدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را. اینجا تربدی یعنی در واقع می گوید من بدی بگویم خوانندگان عرض می شود که ترشوی خواهند کرد که می گویند شرم باد این پیر را، بلکه اون گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و لا تبدیل خلق الله و به آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لط زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تذریب کردی و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم. میگوید این ابو سهل زوزنی یک آدم فرصت طلبی بود، گرچه مرد بزرگ زاده ای بود اما مردی بسیار فرومایه ای بود، بدون جهت که اگر سلطان یا بزرگی در حق کسی فرض فرماید که خشمی میگرفت یا تذریبی میکرد یا اهانتی چیزی، این میامد و چند لگدم این مرد میزد و بعد میرفت میگفت این کار رو من کردم. یعنی همواره خودش رو به دستگاه سلطنت میبست به دروغ. بسیار جالب توضیح داده احوال این بوسهل زوزنی رو که در روزگار ما هم آقای مهری از این بوسهل زوزنی ها بسیار بوده و هست و میگوید علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر چنین کارها کرد کیفر دید و چشید و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که نه چنان است. و خردمندان به آقای ابوسهل زوزنی می خندیدند که این آقا داره دروغ میگه و جز استادم. اینجا هر جا که حاجه بیهقی می گوید استادم، منظور ابو نصر مشکان هست، و جز استادم که او را فرو نتوانست برد با این بیلت که در باب وی ساخت و از آن در باب وی به کام نتوانست رسید. میگوید که این هر که حیلت کرد که استاد من هم از کار برکنار بکنه و او را فرو کوبد، اما نتوانست به جهت اینکه استاد من مرد بسیار دانای بود که قضای ایزد عزوجل با تذریب های وی مرافقت و مساعدت نکرد و دیگر که بونه است مردی بود عاقبت نگر. در روزگار امیر محمود رضی الله عنه
بی اون که مختوم خود را خیانتی کرد، دل این سلطان مسعود را رحمت الله علیه نگاه داشت و همه چیزها که دانست. در این مناقشاتی که میگذشت، استاد من ابو نصر مشکان دل مسعود رو که در واقع به نوعی ولیعهد بود نگاه داشت، به وجهی که میتوانست که تخت پادشاهی پس از پدر او را خواهد بود و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده را بیازرد و چیزها بکرد و گفت که اکفا اون را احتمال نکنند. میگوید که در مقابل ابو نصر مشکان که در واقع ملایمت میکرد و در واقع هوای مسعود را داشت، اما امیر حسنک به حال دیگر بود و سخنها گفت که اکفا احتمال نکنند، یعنی اقران شاهزادگان در واقع تحمل نمی کنند این حرف هایشون رو، اکفا احتمال نکنند. اکفا معمولا کسانی که با هم برابر هستن، بله احتمال، یعنی تحمل حرفاش نمی کرد تا به پادشاه چه رسد. میگوید کسانی که در حد خودشون هم بودن ممکن بود تحمل نکنند تا چه رسد به پادشاه که مراتب خیلی بالاتری داشت. همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن، و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی. یعنی این ابوسعد با اینکه حشمتی داشت اما اصلا نمی سنجید در قیاس با امیر حسنک زمانی که ایشون در وزارت بوده. بله میگوید که از روی فضل جای دیگر و برتر نشیند، اما چون تعدی ها رفت از وی کسی نمان که پیش از این در این تاریخ بیاوردم. یکی آن بود که عبدوس را گفت که امیرت را بگو که من اون چه کنم به فرمان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت پادشاهی به طور سرد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست. میگوید که به عبدوس نام که از آدم مشهور بوده گفت به امیرت را بگو، یعنی برو به مسعود بگو که من هر کاری میکنم به فرمان پادشاه میکنم، اگر شما پادشاه شدی ما رو به دار بکش. لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست، که البته استعاره کرده است این استاد، یعنی که به تابوت افتاد، بر مرکب چوبین نشست یعنی او رو کشتن در واقع. و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستن که حسنک عاقبت تحور و تعدی خود کشید و به هیچ حال بسته چیز اقضا نکنند، الخلل فی الملک و افشاء سر و تعرض و نعوذ بالله من الخزلان. یه سه کار اگه بکنی این دیگه خطرناکترینه که چشم پوشی نمیشه، یکی در کار مملکت خلل ایجاد کنی، تعرض بکنی یا سری رو افشا بکنی. چون حسنک را از بست به هرات آوردن، بست یکی از شهرهای مهم افغانستان امروزی بوده، حتما امروز هم هست، بوسهل زوزنی او را به علی رایض چاکر خیس سپرد. در واقع بیچاره حسنک رو بعد از این روزگاران که از وزارت هم به کنار رفته آوردن و تحویل این بوسهل زوزنی دادن، اونم داده به نوکر خودش این وزیر رو. او را به علی رایض چاکر خیس سپرد و رسید به دو از انواع استخفاف اون چه رسید که چون باز دستی نبودی و کار او و حال او را انتقام ها و تشفی ها رفت، و بدون سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را نتوان زد و انداخت. مرد اون مرد است که گفتند العفو عند القدره، به کار توان آورد، و قال الله عز ذکره قوله الحق و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. چون امیر مسعود رضی الله از هرات قصد برق کرد و علی رایض حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می برد، در واقع می گوید که این علی رایض کتک می زد، توهین می کرد و هر بلایی بود
این نوکر آقای بوسهل زوزنی به روز حسنک میورد و تشفی میجست، یعنی در واقع خشم خودش رو راضی میکرد. هرچند میشنودم از علی پوشیده، وقتی مرا گفت از هرچه بوشه بوشه بوسه مثال داده از کردار زشت، در باب این مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. گفت از ده تا تخفیف و چیزی که این ارباب من میخواد، من یکیشم زورکی انجام میدم، یعنی که من دارم رحم میکنم به حال این حسنک وزیر. و به بخت در ایستاد و در امیر میدمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد. مرتب فتنه میکرد این بوسهل زوزنی در گوش امیر مسعود که بایستی حسنک رو بکشی. امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتبد عبدوس را گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که استادم، باز اینجا مقصود حرفاییست که از عرض کنم که استاد خودش شنیده، ابو نصر مشکان، که نقل قول امیر بوسهل را گفت حجتی و عذری باید به کشتن این مرد. بوسهل گفت حجت بزرگتر از این که مرد قرمتیست و خلعت از مصریان استد، تا امیر المومنین القادر بالله بیازرد و نامه از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب بر چه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این باب بیندیشم. در واقع اینجا ابوسهل زوزنی مرتب اصرار و الحاح میکرد امیر مسعود، سلطان مسعود، که این رو بایستی کشت و اشاره میکرد به این که قرمتیست، چون قرمتیگری بزرگترین، عرض میکنم که سلفی های اون زمان بودن شاید. بله بله بله. ببینید داستان این هست که عرض کنم که در حاشیه عرض میکنم که وقتی که اعراب به ایران آمدند، عرض میشود که اینها کار زیادی به کار دین مردم نداشتن آقای مرید گرامی، و شعب مختلف اسلامی، ناراضیان و کسانی که انشاب میکردن از قرمتیان گرفته تا خوارج و غیره و اینها و شیعیان و غیره، در ایران اینها رشد کرده بودن و کسی کار به اینها نداشت و حکومتهای ایرانی مثل سامانیان و دیلمیان و غیره و اینها تعصبی دینی نمیوردیدن، تا اینکه پای ترکان پیدا شد و خلاف اون چه هموطنان ما تصور میکنن، مدنیت این مملکت رو ترکان آقای مهری به انحطاط بردن. من خواهش میکنم هموطنان به دقت به این مطالب نگاه کنن، به جهت که این ترکان دارای هیچ دینی نبودن و بیابانی بودن و آیین اسلام در راستای خواسته های اینها بود، یعنی همون قتل و غارتی که اینها در جزء فرهنگشون بود، در واقع اسلام هم اینها رو تجویز کرده بود. و وقتی این ترکان مسلمان می شدن به هیچ کس رحم نمی کردن، یعنی به هیچ دگراندیشی رحم نمی کردن، و در واقع دگراندیش کشی در ایران از روزگار همین محمود غزنوی آغاز شده است. و چه مایه غرامته که مردمان بسیار بسیار پیشرفته بودند، یک نوع سوسیالیست بودند، و در باب اینها ما چیزهای بسیار زیبا شنیده ایم. اینها رو در واقع محمود کشت و از میان برد. ما وقتی نگاه کنیم به شعر شعرای عهد محمودی از فرخی عنصری و اینها، نشانه هاش رو در میابیم. عنصری جای میگوید که نه قلعه بود که نگرفت و نه سپه که نزد، نه قرمتی که نکشت و نه گبر و نه کافر. یعنی هر چه قلعه بود گرفت، هر سپاهی که بود شکست داد، هر چه گبر بود یعنی زرتشتی بکشت، و هر چه قرمتی بود اینها کشت. یعنی در واقع اینا کار اینها بود، چون اینا وقتی که یک دین رو میپذیرفتن، تعصب دین رو ترکان آوردن در این مملکت و مدارس طلبگی رو ترکان گسترش دادن، تا جایی که بسیاری از این علمای دین در همون روزگار تسلط ترکان احادیثی می آوردن که این ترکان پاکیزه دین رو نگهداری کردن، و حاج نظام الملک هم به این مطلب اشاره دارد. این مطلب خیلی مهمی است، یعنی انحطاط اخلاق و انحطاط مدنیت رو در ایران ترک و مغول کرده، نه عرب. عرب آمدن ایران رو رفتن، اما اینها که آمدن بسیار کارها کردن. در واقع همین محمود وقتی که خراسان رو گرفته،
دیلمیان که در مرکز بودند و در اصفهان بودند و اینها آمده است و عرض شود که این خانواده بزرگ و ایران دوست و بسیار بسیار دانش پرور رو تمام رو آویخته به دار و فیلسوفان رو بردار کشیده و کتابهاشون رو پای اینها سوزانیده. و نویسنده تاریخ سیستان میگوید که مهنت سیستان از زمانی شد که ترکان به سیستان آمدن، یعنی هر جا اینجا رفتن این آقایون جز تخریب کاری نکردن. وقتی هم که ما میگوییم ترک در تاریخ اسلامی، منظور همین تنگچشمان و زردوستان آسیای مرکزی است و عرض میکنم که اینها هرگز در تولید مدنیت نقشی نداشتن جز در تخریب اخلاق و در تخریب مدنیت. اینا مطالبی است که باید بهش دقت کرد و هموطنان درست وارونه تصور میکنن به واسطه ماندگاری اسلام در ایران اینها عرب رو سرزنش میکنن، در حالی که ترک و مغول بوده که مدنیت ایران رو خراب کرده، نه تنها ایران، کل منطقه. حالا بگذاریم. بعد اتهام قرمطی، همونی که شما اشاره فرمودید، بسیار بسیار خطرناک بوده، مثل اتهام بابیگری در روزگار ناصرالدین شاه فرض کن. بنابراین ابوسعد مرتب میگوید حجت بزرگتر از این که مرد قرمطی است و خلعت از مصریان استد تا امیرالمومنین القادر بالله بیازر و چنین و چنین. شاه هم میگفته اجازه بدید من راجبش فکر بکنم. پس از این هم استادم حکایت کرد که عبدوس با بوسعد سخت بد بود، که چون بوسعد در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز میگشت، امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است. توضیحاً عرض میکنم که این خواجه احمد حسن، مقصود خواجه احمد حسن میمندی، وزیر بزرگ سلطان محمود هست که بسیار بسیار مرد دانا و دانشمند بوده و این همون کسی است که مراسلات درباری رو و عرض میکنم دبیرخانه رو از زبان پارسی که در روزگار اون وزیر پیشین بود فضل ابن احمد به عربی کرد و این همون کسی است که او رو متهم میکنن که در حق فردوسی تخلید کرد به قول قدما و بد گفت و سلطان رو از اینکه اکرامی درست در حق فردوسی بکند باز داشت. ما البته دلیل قاطعی در دست نداریم، اما ظواهر امر نشان میدهد که همین خواجه احمد حسن میمندی است که در کار فردوسی در واقع شاید حسادت کرد یا هرچه، امیر رو باز داشت از نیکی در حق عرض میکنم که فردوسی. بعد میگوید که یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز میگشت، یعنی از خدمت پادشاه میمد، امیر گفت که خواجه تنها به طارم نشیند. طارم یه اتاق بوده که مخصوص تفکر بوده که در جایی میساختن که هر کسی بدون دسترسی نداشته، معمولا اتاق چوبی بوده که خواجه برای کارهای بزرگ منتظر دستور امیر بوده. اتاق فکر. بله درود بر شما. عجب 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 واژه‌ای گفتید آقای مولی، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. اتاق فکر، بله، بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر رضی الله مرا بخوند و گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند دردی در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم، ولی بنرفتش و چون خدای عزوجل بدان آسانی تخت و ملک ما داد، اختیار آن است که عذر گناهان بپذیرم و به گذشته مشغول نشوم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند. حالا میگوید که وقتی به طارم نشست پیغام داد که شما داستان حسنک رو میدونید و چه کار با من کرد و چگونه به من بد گفت، اما من میخوام از اینها بگذرم. اما میگویند این آدم بددینیه. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، بدان که خلعت مصریان بستد به رغم خلیفه به امیرالمومنین بیازر و مکاتبت از پدرم بگسست و میگویند که رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمطی است، وی را بردار باید کرد و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست. خواجه در این چه گوید و چه بیند؟ در واقع داره اشاره میکنه به خاطره‌ای که از زمان پدرش شنیده بوده و اونی که وقتی حسنک به حج رفته به دیدار القادر بالله نرفته و خلعت از فاطمیان گرفته و بعد لوا فرستاده و چنین و چنان نامه ها رد و بدل شده
که خلیفه گفته است این حسنک رو بایستی بدار کرد که او قرمتی است. گفته خواجه فکر کنه ببین چه میگوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس برا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغت ها در خون ریختن او کرده است. گفتم نیکو نتوانم دانست، این مقدار شنودم که یک روز بر سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به درائه پردداری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت آقا این دشمنی و کینه ابوسهل زوزنی با این حسنک از کجاست؟ گفت والا من شنیدم که در روزگاری که حسنک وزیر بوده این بوسهل زوزنی پیاده و درائه در واقع این لباده گشاد مشایخ و بزرگان می پوشیدن پشمین این تنش بوده و رفته دربان این رو یک لگدی زده و این رو انداخته در واقع و او رو راه نداده و این بوسهل رو تأخیر کردن. بنابراین دشمنیش با حسنک بر سر اون جریان هست. خب پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شغز را از چه در باید داشت؟ این دشمنی به این گردن کشی. پس گفت خداوند را بگوی که در اون وقت که من به قلعه کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من می کردن و خدای عزوجل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم و بدان وقت که حسنک از حج به برخ آمد و ما قصد ماوراءالنهر کردیم با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین ما را بنشاندن و معلوم نه که در باب حسنک چرا و امیر ماضی بر خلیفه سخن بر چه روی گفت و بونست مشکان خبرهای حقیقت دارد. از وی باز باید پرسید و امیر پادشاه است، اون چه فرمودنیست بفرماید که اگر بر وی قرمتی درست گردد در خونه وی سخن نگویم، بدان که وی را در این مالش که امروز منم مرادی بوده است و پوست باز کرده. بدان گفتن که وی را در باب من سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم و هرچند چنین است نصیحت از سلطان باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی به هیچ کس بنریزد. البته که خون ریختن کاری بازی نیست. ببینید مطلبی که میفهمیم اینجا این است که این وزرا یه ایرانی که در خدمت این جماعت بیابانی بودن، اینها در تعدیل خشونت اینها کار میکردن. آدم های بزرگی مثل خانواده جوینی و خواجه رشیدالدین فضل الله، اینها دانشمندان بزرگ مملکت ما بودند که در واقع در کنار دست این بیابانگردان خوی اینها رو رفته رفته با خوی مدنی آشنایی می‌دادن. اینجا از موضوع خون ریختن سخن گفته همین خواجه احمد حسن که میگوید خون ریختن کار آسانی نیست و من در اون روزگار نبودم که این حادثه افتاد. شما از ابونصر مشکان بپرسید که ماجرای رابطه محمود، سلطان محمود پدر شما با خلیفه چه بود، اون بهتر میدونه. خواجه را بگوی اون چه واجب باشد فرمودند. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت و در راه مرا گفت که عبدوس تا به توانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخته نیاید که زش نامی تولد گردد. عجب پیشبینی درستی کرد خواجه احمد حسن. میگوید عبدوس هر کار میکنی بکن که پادشاه حسنک رو نکشه که زشت نامی تولد گره، و واقعا زشت نامی هم متولد شد. این کار زشتیست و در واقع نام بدی برای پادشاه مونه. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با سلطان گفتم. قضا در کمین بود کار خیش می کرد و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در اون خلوت چه رفت. گفت که امیر پرسید مرا از حدیث حسنک و پس از آن حدیث خلیفه و آن چه گویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان. من در ایستادم و حال حسنک برفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر سر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت را ستدن و از موسر راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر میر محمود فرموده است همه به تمام شهر کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر راه بادی آمدی در خون اون همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولی که خلیفه را چند گونه صورت کردن تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند
من در این معنی مکاتبات آمد و شد بوده است و امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت بدین خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگشتر کردم در همه جهان و قرمتی می جویم و اون که یافته آمد و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسن قرمتی است خبر به امیر المومنین رسیدی که در واوه چه رفتی وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. یکی از زیباترین بخش هاست اینجا که اینها از قول ابونصر مشکان حالا بازگویی میشه این داستان که وقتی که مصر شد خلیفه که این وزیر شما قرمتی است و توضیحاً عرض میکنم خدمت هموطنان که با اینکه این پادشاهان که میامدن ترکان و غیره در بخش های از ایران یا کل ایران حکومت میکردن اینها عهد و لوا از خلیفه میگرفتن، یعنی فرمان خلیفه داشتن و سکه به نام خلیفه میزدن. یعنی ما اگر سکه های طلای محمود که امروز هم هست بگیریم میبینیم که به نام خلیفه وقت زده، یک طرف سکم نام خودش رو زده و بدون فرمان خلیفه هیچ کدوم از اینها رسمیت پیدا نمی کردن. ضمن اون که حشمت و شوکت مثلا محمود 10 برابر 100 برابر خلیفه بوده، اما این مشروعیت دینی رو میبایستی گرفت. یک داستان مشهوریست عرض میکنم و اون این که وقتی که یعقوب آمد که یکی از مردان مردانی تاریخ ما بوده و احتیاجی به کار خلیفه نداشت و در نظر داشت که خلافت بغداد رو براندازد، این مرد میگوید نشابوریان بر در واقع پشت سر یعقوب سخن میگفتن که او عهد خلیفه ندارد و به گوش او رسید. وقتی به نشابور رسید بزرگان نشابور رو دعوت کرد گفت من همکنون عهد خلیفه به شما نشان خواهم داد و یک سینی آوردند که در اون یک شمشیر جوهری و نامداری بود. اون شمشیر را از غلاف کشید و تکون داد چنون که همه بر خود لرزیدند. گفت این عهد و لوای من است، یعنی من متکی به شمشیر هستم نه متکی به فرمان خلیفه عباسی. ولی این محمود با همه بزرگیش حالا اینجا در واقع یک طغیانی کرده و از خلیفه در واقع از حسنک دفاع کرده که این با فرزندان و برادران من برابره و اگر قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند اون سخن پادشاهانه نبود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته ای که بندگان به خداوندان نویسند. حالا محمود به اون بزرگی و آخر پس از آمد و شده بسیار بر آن قرار گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن ترایف یعنی چیزهای ظریف و زیبا و آن هدایا گرفته بود که نزدیک امیر محمود فرستاده بود، آن مصریان بارست آمد. امیر پرسید که آن خلعت و ترایف به کدام وقت سوختند که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خونده بود خلیفه و با آن وحشت و تعصب خلیفه زیادت میگشت اندر نهان آشکارا تا امیر محمود فرمان یافت بنده اون چه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. این خاطره رو در واقع که اون چه بین القادر و الله خلیفه عباسی و تا محمود غزنوی رفته در باب حسنک حالا باز دوباره دارن بازجویی میکنن و ابونصر مشکان استاد حاج ابوالفضل بیهقی داره اینها رو بیان میکنه. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را اونجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا اون چه خریده آمده است جمله به نام ما قباله نوشته شود و گواه گیرد برخیشتن. دستور داد که حسنک رو دارن میارن اونجا، بزرگان باید همه باشن تو اونجا، اموالش رو در واقع به نام من بکنید و اون گواهی بده و امضا بکنه. خواجه گفت چنین کنم و به طارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحبان دیوان رسالت و خود خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود اما جاهی و جلالی عظیم داشت و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی همه اونجای آمدن و امیر
دانشمند نبی و حاکم لشکر را و نسل خلف را اونجا فرستاد و قضات برق و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان و کسانی که نامدار و فراروی بودن همه اونجا حاضر بودند و نوشتند. و چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم، یعنی داره خاطر خودش رو میگه، اینجاش رو ایشون حضور داشته، میگوید من که بلفضلم، یعنی من ابوالفضل بیهقی، من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود که حسنک پیدا آمد، بیبند جبهی داشت هبری. هبری در واقع در یعنی زرد رنگ، رنگ با سیاه میزد. اینجا استاد نفیزی در زیر نوشته است به کسر اول و سکون دوم و سوم به معنی رنگ زرد و علامت و نشان و این حرفا. بازیان خلق گونه یعنی خیلی شیک نبود، چروک داشت، شاید هم شکافی داشت. در واقع خلق باستی بگم خدمتون، عذر میخوام، خلق گونه و درائه و ردای سخت پاکیزه و دستار نیشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده، اندک مایه پیدا می بود و والی حرس باوی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی و باوی به تارم بردن و تا نزدیک نماز ز پیشین بماندن، پس بیرون آوردن و به حرس باز بردن. در واقع آوردن از زندان بیرون و بر قزاقا باز بردن به زندان و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یکدیگر میگفتند که خواجه بوسهر را بر این که آورد آب خیش ببرد، یعنی مردم میگفتند که این بوسهر آب رو خودش رو برد که این کار رو کرد، و بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خیش باز شد و نسل خلف دوست من بود. از وی پرسیدند که چرا رفت، گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، یعنی حسنک رو به مجلس که وارد کردن در اون تارم، وزیر بزرگ خواجه احمد حسن میمندی به احترامش بلند شده. چون وی را این مکرمت بکرد، همه اگر خواستن یا نه بر پای خواستن. ابو سهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخواست نه تمام و بر خیشتن می جکید. میگوید که وزیر بزرگ که بلند شد جلو پای حسنک، با اینکه متهم بود و قرار بود که اموالش رو بگیرند و او رو بکشند، همه بر پای خواستند به جز بوسهل زوزنی و نگاه کرد خواجه و این بوسهل زوزنی بر خیشتن می جکید، یعنی کاملا داشت خودش رو می خورد. خب خواجه احمد او را گفت که در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه امیر حسنک را هرچند خواست که پیش وی بنشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و دست راست خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر مشکان را بنشان. هرچند ابوالقاسم کثیر معزول بود، اما حرمتش سخت بزرگ بود. و بوسهل بر دست چپ خواجه از این نیز سخت‌تر بتاوید و خواجه بزرگ روی به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذراند؟ یعنی وزیر بزرگ خواجه احمد حسن سوال کرد حال شما چطوره به حسنک؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردم را پیش آید، فرمانبرداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تاجان در تن است، امید صد هزار راحت است و فرح است. بوسهر را طاقت برسید، گفت که خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد. به فرمان امیرالمومنین چنین گفتن. آقای مشیری در بوسهر نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است. آقای مشیری خاندان من و اون چه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید، مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث جان قربان، میخواستم عرض کنم که اگر موافق باشید، چون دنبالش باز به اندازه نیم ساعت سروب خواهد بود، بگذاریم برای جلسه بعد. بله قربان، بله بله، ببخشید شدی. بله بله، عرض شد که بله. اینجا فقط توضیح میدم خدمتون که میبخشید این خواجه فوش داد در واقع
وقتی که احترام کرد احمد حسن با خواجه عبدالعزیز حسنک، گفت این سگ قرمطی رو که میخوام بکشن شما چقدر احترام میکنید، چنین و چنان، و جواب داد که بله این آقایی که به من داره فحش میده الان، این برای من شاعری میکرد و در سرای من ایستاده بود، قرمطی ندانم چه باشد، منو میشناسن و بزرگتر از حسین علی نیم. در واقع نشون میده که حسنک عرض کنم که شیعه بوده. قربان همشی عزیز، خیلی ممنونم ازتون. قربان شما. چون امکان داشت که تا ساعت 12 تموم نشه به همین دلیل. بله بله بله. شما خسته نباشین، ساعتم 2 اونجا. بله خواهش میکنم. خیلی ممنونم ازتون. قربان شما برم. خداحافظ شما. هفته آینده. بله. بله بله در خدمت. خیلی ممنون ازتون. قربان شما. خداحافظ. خب شنوندگان گرامی، بخشی از ماجرای حسنک وزیر رو شنیدید. این ماجرا خیلی وحشتناک به راستی، در این حال بسیار آموزنده است.